ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین برو به منو به کجا. چو حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار. ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ هزار ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال. شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما بسم الله. پلید و شیاد، آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگت با شیخ بیچاره، چه بی تدبیری با همه خلق جهان درگیری. جان مهسا شیرین سارناز، نیکا میگیری میزنی تیشه به فرق فرهاد. اهرمن ننگت باد، اهرمن قلب سیاهی داری، نفرت انگیز نگاهی داری. آدمی خار سپاهی داری،
گیر یا زود، دهندت برباد اهرمن. ننگم به ما میرسد از نگاه یار به یار ندا میرسد دور رهایی رهایی فرا میرسد دور رهایی رهایی فرا میرسد. یاران گرامی، نبرد بی سابقه و تاریخی شما داره شما رو به پیروزی میرسونه. بوسه بر دستان دختران و جوانان آریایی ایرانی، درود بر زادگان پس از سال 2000. سپاس. این بزرگی و منشی که شما نشون دادید تاریخ رو کاری کرد که سجده کنه شما رو و حیثیت نو دادید به خودتون، به میهنتون و به تاریختون. عزیزان من، این عمامه برداری از سر روحانیون در کوچه و خیابان، یک عمر دخت آریایی ترسید که چهار لاخموش دیده نشه تا گشت ارشاد نیاد کتکش نزنه، حالا شیخ و مولا و آخون میترسه تو خیابون بیاد عمامهشو بر نداره. این گونه که شما دارید با دین و تفکر صحراگردان و تازیان نبرد و مبارزه میکنید در تاریخ بی سابقه است. برگشتید به همون دوران نخستین ایران وقتی توسط اعراب فتح شد، فرماندهان سپاه که اسیر جنگی شده بودند و به مدینه آورده بودند اینها رو، اینها یکایک خلفای راشدین رو کشتند. بارها گفتیم، اما آنچه را شما باید بدونید اینه، حسین رو نیز اینها کشتند، حسن رو نیز اینها کشتند، ایرانی ها کشتند. حسن فرزند علی توسط خانمش اسما که دوستی داشته ایرانی از فرماندهان مقتدر و قوی و سپاهیان ایران، توسط اون دوست تحریک میشه و حسن رو میکشه. چرا؟ چون حسن و حسین از تیسفون تا گیلان به ایران حمله کردند، جزو فرماندهان سپاه خلیفه بودند، خلیفه عمر و عمرو عاص سرلشکر فرمانده کل نظامی اینها بوده و خالد ابن ولید و اینها دوتا سپاهی سرگروبان، حالا سرفرمانده یه هرچی بگید، اینا بودن که دخالت داشتن و سر زنای ایرانی با هم دعواشون میشده. اینها رو فیلم ساختن خودشون، یعنی فیلم های اعراب ساختند که اگر عربی بلد هستید نباشیدن برید ببینید، میبینید که خود اعراب وقتی که به ایران حمله میکنن و حسن و حسین مشخصن، سر دخترای ایران با هم دعواشونه، دخترای ایرانی که به کنیزی بگیرن، همون کاری که این قرائتی بیشرف و تمامی روحانیت گفتن کردن. حالا حسن رو که میکشن بعد از خلفا، حسین رو ایرانی هم میکشن. یادتون نره که عراق یعنی ایرانک، عراق یعنی ایرانک، یعنی ایران کوچک، بخشی از خراسان بوده و این ایرانک، عراق که واژه عربی نیست، اصلا ایرانی است. تیسفون پایتخت ما اونجا بوده، پایتخت ما در بغداد بوده، در تیسفون کنار دجله و فرات، و پیش از اون هم قرنها وقتی که حکومت ایلامیان بوده، عراق یعنی ایرانک بخشی از ایران آریایی بوده عزیزان ما. به همین دلیل وقتی مردم کوفه باید نام ایرانی، نینوا شهر ایرانی، انبار شهر ایرانی، این سر تیم های اونجا یعنی سران قبایل پارسی آریایی که در این شهر هستن، دو سه تا نامه می نویسن برای حسین که آقا پاشو بیا اینجا قدرت بگیر، ما باهاتیم. خرش میکنن، اونم پا میشه میاد اونجا، وقتی میاد اونجا پشتشو خالی میکنن، میذارن پسرموش و داییش و اینا میکشنش حسین رو.
یعنی حسین رم توسط ایرانیا کشته شد. از اون موقع که بعد قیام های شد و حال بگذرم اینا، از اون موقع این تازیان، این بنی هاشمشون، این فکر افتادن که در مقدس سازی اینا هزینه های سنگین رو پرداخت کنن و اینا رو مقدس کنن در برابر اون بنی امیه اونوری بودن. متوجه شدین؟ اینو باید دقت داشته باشین. حالا اینها الان چیزی که میگن چی میگن؟ میخوان بعد، چون من این حرفا رو که به شما میزنم، این درس هایی که به شما سیاوش اوستا میده، از شما تقاضا میکنم که اینا رو به پدر مادراتون برسونید، به عمه خاله دایی هاتون برسونید، به اون اکثریت خاموشی که نمیان در کوچه و خیابان از شما استقبال کنن، از شما پشتیبانی کنن، به اونها برسونید که اینها از پای سجاده و تریاک و خماری 1401 ساله بودن بیان به شما بپیوندن. تا اینها به شما نپیوندند پیروزی در کار نیست، چون نسل نو و جوان تو خیابون ولی پیرپاتالا تو خونه، و تازه وقتی بچه ها رو میزنن میکشن، 20 روز 30 روز 15 روز نیستن، میبرن اینا رو اذیتشون میکنن در زندان، که میدونین چه میکنن؟ اذیت میدونید یعنی چی؟ میگم تو این 19 سال من کتک نخورده بودم که تو این 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدام در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخری لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو برابر غیرت داشته باشید، بیشرف های اکثریت خاموش. بعد این پدر مادر نه که همون فریفته جو حسن و حسین و فاطمه و اسلام تازی هستن، اصلا براشون مهم نیست، یا یه پولی در اختیارشون رژیم میذاره یا ترس و وحشتی، و اینها سکوت میکنن. به جای سکوت باید بریزید توی خیابون. همین سال 98، همین سال 88، همین سالهای قبل، سالهای قبل، همین 44 سال پیش، بیش از 200,000 خانوار بچه هاشون کشته شدن. شما اگر میومدین در خیابون 400-500,000 نفر پوف میکردید، توف مینداختید، این رژیم سیل برده بود، سیل برده بود. نیامدید و نمیایید و بیشرف هستید. این بیشرفی که میگن، بعد قبل از هر چیز به پدر و مادر خودشون میگن بچه ها. شما پدر مادرها چطوری؟ حالا ما میگیم ارتش شده بی غیرت، دیگه اون ارتش شاهنشاهی نیست. فرماندهان سپاه رو همه از سادات تازی گذاشتن، سرسپرده نظام ولایت فقیه هستند. ولی شما پدر مادر، دایی خاله عمه، رفقایی که بچهاتون رو کشتن، آخرای عمرتون هم هست، معلوم نیست فردا به چه مرضی میخواید بمیرید، چون نمیدونید بچهاتون پشتیبانی کنید. به صرف این که میگن اینها اولاد پیغمبر هستن، لباسشون لباس پیغمبره. بارها گفتم برای لباس اینها هم به شما بگم، آخوند و شیخ و ملا، اینا لباسشون لباس عربیه، این عبا و قبا و عمامه و دستار و اینه همه لباس عرب هست که الان میپوشن. فقط عمامه سرشون پارچش رو به جای یک چارقد یا یک لچک که سرشون میذارن اعراب کنونی نمیدن، در 20 مترش کردن میچرخوننش که یه حالت دیگه بگیر. این لباس عرب هاست، از قدیم میپوشیدن تا الان هم میپوشیدن. پیامبر اسلام هم چون عرب بوده این لباسی میپوشیده. تازه هیچ کس نیومده به که محمد عبا هم مینداخته روشش، همیشه کم مینداخته. لباس پیغمبری یعنی چی؟ خر نشین بچه ها، برید خرا رو روشن کنید. فرزندان نازنین و دلیر و دلاور و سرحشور آریای ایرانی من، شما برای اینکه سپاهتون رو گسترده کنید، میدونم پدر مادرها به حرف شما گوش نمی کنن، ولی برید شما پدر مادران دوستانتون رو روشن کنید، بعد دوستانتون رو بیارین تو خونه پدر مادرتون رو روشن کنن. این درس های تاریخی علمی رو در رابطه با ریشه اسلام، ریشه دین صحراگردی، ریشه سادات تازی، قتل عام ایرانی ها هر از چندی به دست اعراب و سادات تازی حاکم بر ایران، این رو شما تو ذهنی را بگید، هر کسی که حق رو بشنوه ذهنیتش عوض میشه. شما این کار رو بکنید مهربان یاران، این تلاش ها رو بکنید. این لباس پیغمبر میغمبر، اول پیغمبرشون رو خدمتشون برسید، همچنان که میگید بیزارم از
دین شما، نفرین به آیین شما، اینو تو کله و پیرپاتالا بکنید. نمیتونیم 20 سال دیگه صبر کنیم، 10 سال دیگه صبر کنیم که پیرپاتالا بمیرن. تو کله اینا بکنید و بگید اینایی که از خارج میارن اینها غیر ایرانیایی هستن که تازی همونایی که به ما حمله کردن 8 سال با ما جنگیدن الان به نام 8 شعبی میان ایرانی رو سرکوب میکنن. همون طالبانی که زدن، داعشی که زدن، ما رو کشتن، قتل عام کردن، بچه های ما رو از ایزدی و یهودی و بهایی و مسیحی به اسارت بردن، بهشون تجاوز کردن. این پنج روز توی عراق و سوریه و اینها همون ها هستند که الان اومدن با عنوان لشکرهای هوادار نظام جمهوری اسلامی شما رو قتل عام میکنن. این روشنگری رو بکنید. در کتاب دینداری و خردگرایی 1984 نوشتیم که این لباس که با اینکه لباس میگن پیغمبر هست و نیست، لباس عرب هاست، این رو در زمان خلافت عباسیان هارون الرشید یک قاضی القضاتی داشت، اسمش بود ابو یوسف. این ابو یوسف اومد گفت یا خلیفه، ما بیا یه کاری بکنیم که این مردم تو شهر وقتی راه میریم، ماها علما با عوام خر از هم تشخیص داده بشن که نیان انگشت به ما تحت ما بکنن، علما که هستیم ما، و احترام ما رو بذارن تو صف وای نستیم. برای تبعیض نژادی و آپارتاید ابو یوسف پیشنهاد کرد که لباس عربی بشه لباس علمای دین. اون موقع نه آخوند بود اسمش، نه ملا وجود داشت، نه آیت الله بود، نه سقط الاسلام بود، نه حجت الاسلام بود، هیچ کدوم از اسما نداشت. میگفتن علمای دین، اونهایی که دیندار بودن، دکان دینداری که پلیدترین دکانیست که بایستی نابود بشه. دینداری یعنی چی؟ حرفه آخوندی یعنی چی؟ میلیاردها دلار در سال الان از ما دارن سود و بهره میبرن. ابو یوسف که این پیشنهاد رو میده به عنوان قاضی ها گذارد که تمام قاضی ها شو و اون آخونده ای که باش هستن اینا در سطح کشور لباس مخصوص بپوشن، اونیفرم داشته باشن که با این اونیفرم مثل یک سپاهی، مثل یک چه، مثل یک نظامی مشخص بشه که مثل داروغه ها، که این هم یک چلغوز های هستن. قبول میکنه. وقتی قبول میکنه این لباس از اونجا مد میشه. بس هیچ لباس محمد و پیغمبر و حرفا نیست، تازه پیغمبرش هم برای ایرانی کسی نبوده و نیست. بعد این ادامه داره تا اینکه انقلاب مشروطه شکل میگیره. مشروطه یادتون نره، در مشروطه من باز در همون کتاب دینداری و خردگرایی نوشتم 40 سال پیش، مشروطه یک چند تا ماده داره که همین ولایت فقیه تونه، چون ماده اینه که آخوند حق وتو داره. در قانون اساسی مشروطه آخوند حق وتو داره، یعنی تو هر چی تصویب میکنی تو پارلمان اگر آخونده اومد گفت نه، حق وتو داره آخونده. علما و روحانیون جایگاه ویژه در قانون اساسی مشروطه سلطنتی دارن، به همین دلیل قانون اساسی مشروطه سلطنتی مد نظر ما نیست. اگر هم کسانی هستن که با نام احزاب به مشروطه دارن فعالیت میکنن، اولا پیشنهاد میکنم که مشروطه رو عوض کنن، یک واژه پارسی بگذارن، پادشاهی گزینشی و غیره، و ثانیا بیان این رو بگن، توضیح بدن که اون مواد ولایت فقیه که در قانون اساسی مشروطه است رو قبول نداره. انگلستان اومد وقتی که میخواست سلطه خودش رو در ایران قوی تر بکنه، اومد و گفت واژه روحانی و روحانیت رو آفرید که اینها خودشون در کلیسای مسیحی ازش استفاده میکنن، کاتولیکا استفاده میکنن، پروتستان ها میگن پاستور، اما کاتولیک ها میگن روحانی و پدر روحانی. شنیدید که میگن پدر روحانی. این پدر روحانی را آوردن با نام روحانیت تشکیلات و سازمان وارد ایران کردن از انقلاب مشروطیت، و توسط روزنامه‌ای که در اختیارشون بود این رو گسترش دادن، تبلیغ کردن. بعد 4-5 تا آخوندهای قوی اون موقع بودن که توی همین مشروطه همراهی میکردن با مجاهدین، این 4-5 تا اینا آمدن برای اولین بار همون روزنامه‌های انگلیسی پارسی زبان داخل کشور آیت الله نامیدن. حواستون چی شد؟ آیت الله بهبهانی.
آیت الله فلان. این آیت الله رو عمدن به کار بردن در برابر ظل الله، چون به شاه میگفتن سایه خدا. اینا گفتن چی بیاریم از سایه خدا بالاتر باشه؟ آیت الله، نشانه الله. و اینجا من به شما بگم که آیت الله فقط یک بار در تاریخ اسلام استفاده شده بود تا پیش از مشروطیه، بخواد برای اونم برای یک آدم علامه ای مثل علامه هلینامی، یک آخوندی بوده، یک حالا عالم دینی بوده، اسمش بوده علامه هلی. این یاروی میاد در باردی که زندگی نامش رو نیسه، میگه آیت الله فی العالمین علامه هلی. فقط همین یه بار. تا قبل از مشروطیت نه روحانیتی وجود داشته تشکیلات نام ببرن و نه آیت الله بازی. از اونجا میسازن. حتی زمان قاجار به آخوند میگفتن حاجی، همونی که الان توی ایران به هر کی میگن، که در اصطلاح عامه همکنون حاجی یعنی مفعول، یعنی کسی که باش همخوابگی کردن، حاجی رفت تو مکه، تو مکه میدونی که ترتیب ایران میدادن دیگه، اونو خودتون خبر دارید، حاجی میگفتن. در زمان صفویه که اقتدار بزرگی داشتن آخوندها، بینا گفتن ملا، ملا محمد باقر مجلسی. نه آیت الله بود، نه حجت اسلام بود، نه سقط اسلام بود. سقط بشن انشالله همش با مهر یزدان پاک. انشالله رو میتونید بگید با مهر یزدان پاک. خب پس از مشروطه هم این دکان باز میشه، این تشکیلات باز میشه برای تأمین بودجه سازمان حوزه های علمیه و روحانیت. انگلستان میاد یه کلک میزنه، میگه وجوهات، یه خانم فاحشه‌ای به نام بیگم در کشمیر هند هست که فاحشه خونه داره و رقاص خونه، کاباره و اینجور چیزا و فاحشه در اختیار میذاشته. این خانم وقتی میمیره میگن این وصیت کرده که داراییاش وقف تشیع بشه و حوزه علمیه، میان حوزه علمی میزدن. این وجوهات هم یه کلک استعماریه، استعمار که خودش نمیتونست علنا بیاد پول بده، میگفت اینا وجوهات مردم دادن، تجار دادن. مثل که همین انقلاب سیاه که شد زمان محمد رضا شاه، یک افرادی رو که اسامیشون هم معتبر شما میشناسیم بودن، آقا یارو 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون در سال وجوهات میده، کمک میکنه. آخه شما در نظر بگیرید کدوم ابلهی وکیل باشه، سرمایه‌دار باشه، تاجر جهانی باشه، بعد بیاد تاجره که چقدر خسیسن، هر کسی خسیسه، سخاوتمندی وجود نداره. سخاوتمندی به اون حدی که میلیون میلیون بدن وجود نداره، $10 $20 میدن. ولی همه این میلیونایی که میگفتن میدادن حتی زمان شاه، اینها از صندوقهای استعماری خود انگلیس تأمین میکرد. و چون تنها جریانی که بعد از یافت شدن نفت برایشون مهم بود و پول میدادن که قدرتشون بره بالاتر، کشورهای عربی بود. این کشورهای عربی حتی حوزه‌های علمی، همه حوزه‌های علمی اینا پول میدادن، ولی گفتن وجوهات. بارها گفتم بهتون وجوهات مردم اصلا ندادن، با 100 تومن 200 تومن 500 تومن یارو آخونده از مکارم شیرازی الانش بگی تا خویی و میلانی مال قرن سابق، اینها نمیتونستن بیان در ماه میلیون ها تومن، اون سابق الان میلیارد ها تومن حقوق فقط به طلبه ها بدن، حقوق فقط به شاگرداشون بدن، نمیتونن. تو بیزنس اگه شما باشید میدونید، من خودم بودم، شما بودی، همه بودی تو بیزنس که هستی، نمیتونید $10 اضافه خرج بکنی، اینا پولای خارجی بود. یک بعدم یادتون نره عربستان سعودی جدا از نفت خیلی ثروتمنده، خیلی ثروتمنده، میلیاردها دلار در سال از پول حج در میاره. از این پول حج اینا 10-15-20% رو هم میشه تو کشورهای خود اسلامی خرج میکنن، آدم خری میکنن. به خاطر همینه که شما ببینید الان حزب الله درجه یک شما داشتی، از اینا همه اینا الان شدن معمول اونا. چرا؟ چون گفتن آقا تو میتونی مکه حاجی بیاری، حاجی که میبری دکونه. زمان محمد رضا شاه حسینی ارشاد با این پول ساختن، زمان محمد رضا شاه حسینیه مهدیه کافی رو با این پول ساختن. بعد ما عکسش رو در کتاب علی شریعتی فریب بزرگ منتشر کردم، چه مطهری و چه شیخ احمد کافی و چه محمد
همایون رئیس و بنیانگذار و سازنده حسین ارشاد که تاجر بود با انگلیس کار میکرد، اینها همشون در عربستان سعودی که میرفتن به عنوان حج و حاجی میبردن و پول میساختن و بهشون پولم میدادن و با چمدان پول بر میگشتن، اینها همشون با مامورای اطلاعاتی اون موقع عربستان سعودی هم در تماس بودن. عکساشون من منتشر کردم، برید ببینید در کتاب فریب بزرگ علی شریعتی افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن نوشتم. خب پس این شیخ و ملام دکونشون دکون استعماریه، هیچ محمد و اسلام و حسن و حسین و فاطمی هم که کسی به این میخواد مادرت باشه به یه ربطی نداره. چون بهتون بگم ما مخالف دینداری شما نیستیم، مخالف این هستیم که دین بیاد تو جامعه قتل عام بکنه، دین بیاد تو جامعه بچه های ما رو بکشه، دین بیاد تو جامعه میگن حسین لب تشنه اش آخ 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 14 قرن ما رو میگیرن، بعد این خدا نور عزیز ما رو بذارن اونجا پیش از اعدام دستش رو جور ببندن و آب رو بذارن جلوش که حسرت اینا وحشیان، یعنی اصلا از وحشی های قدیم مغول هیتلر این وحشی ها که در طول تاریخ نمونه بودن به سینا عمل نکردن، به زنان اینجور حمله کنن، تجاوز کنن، قتل عام کنن، کشتار کنن و بعد اینطور آزار و اذیت بکنن مردم رو. اینها نمونه در تاریخ هستن در بیشرفی و بیشرمی. به خاطر همین مهربان یاران باید یادمون باشه که اینها اولا الان در این شرایط میان از هر کسی و چیزی استفاده میکنن. این هنرپیشه منرپیشه که میان زر میزنن و گریه و ناز و عزای اینا تا وقتی که روسریشون رو نسوزونن، تا وقتی که نگن 1401 سال بیزاریم از دین شما، حرف بچه هایی هست باید بیان بگن تاریخ 1401 یعنی تاریخ روزی که سپاه اسلام به ایران حمله کرده، اسلام شکل گرفته و ایرانی رو نابود کردن، تا الان دارن از این استفاده میکنن. تا نیان عمامه رو و کلیت روحانیت رو مثل رضا شاه نابود نکنن. این مفخرها تو جامعه ما جایگاهی ندارن، جامعه ما نیازی به این مفخرها نداره که میلیاردها دلار در ماه خرجشون بشه و این قیافه های الدنگ قرون وسطایی جاهلیت عرب لباس بپوشن، جاهلیت عرب حرف بزنن، بدتر از اونها عمل بکنن. دختران رعنای آریایی ایرانی ما، جوانان رند و سلحشور ما که امروز قهرمانانه میرن عمامه با چه شجاعتی از سر آخوند برمیدارن، اینها این حرامزاده دیگه اصلا قبول ندارن. بعدم دو نکته من قبلا گفتم دیگر بار به شما میگم عزیزان من، خیلی به این مسئله توجه کنید، خیلی توجه کنید. ببینید ما تا حالا بسیار میتونستیم اوانتاژ بگیریم از این نظام پلید فاشیستی، ولی چون مردم اکثریت خاموش زود رفتن تو خانه هاشون و زود خوابیدن و چه و چه و اینا، نتونستیم. مثلا من یه نکته به شما بگم چون خودم در جریانم. من در حدود 20 خورده سال پیش یک آخوندی بود به نام آیت الله احمد مصباح، ایشون در عراق پناهنده بود با شیخ علی تهرانی، با من در تماس بود. من از اونجا آوردمش پاریس، اومد پاریس و صدام حسین بهش پاسپورت جعلی داد اومد اینجا، از اینجا رفت آلمانو. ولی قبلی که میخواست بیاد اینجا من به هر کسی یه ماموریتی بچه ها میدونن میدم قبلی که بخوام بیان خارج، به ایشون گفتم آقا تو که الان اونجا امکانات داری برو هند در رابطه با پرچم جمهوری اسلامی ایران و خانواده خمینی تحقیق کن، این مال سیک های هندوستانه و چون خمینی از سیک های هندوستان بود و پدرش پول می آورد، پول انگلیس می آورد به حوزه ها می داد، سر راش وایساد، امامش هم چون سیاه بود گفتن این سید تبرک دختر ده خمین رو گرفت و پولار هم بالا کشید اونجا ماندگار شد و دکان دستگاه آخوندی وا کرد برای انگلیس، رضا شاه اومد این رو اعدام کرد، خانوادتا ضد رضا شاه شدن که تا حالا نه مثلا خاندان سیدها و خمینی ها و موسوی ها و خامنه ای ها و اینا مخالف رضا شاه هستن، به خاطر همین است که حسن مدرس ها رو کشت و غیره و غیره. ایشون رفت اونجا تحقیق کرد، وقتی تحقیق کرد اسناد آورد، عکس گرفت آورد، بعد تو خونه من موقع باش مصاحبه کردیم، مصاحبه رو همه شما دیدید، گفت که
این مال سیکای هندوستانه، این دو تا خنجر اینجوریه، یه خنجر هم اینجوریه، یه خنجر هم وسطش، اینا خنجره، خنجره سیکای هنده. علکی گفته لا اله الا الله. تازه رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7-8 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور منطقه اتراپرادشه یوپی، در اونجا تا از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه است برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودند، اما بعدها به وسیله ایادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی نمیدونم در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود، بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میبند میپیچند، بعضن سفید، بعضن سیاه، بعضن زرد، سرخ. غایتا باید این جد خمینی اول با هم پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران به خیال اینکه اینا ساداتن آقا گفتن به این در خاندان او مونده، و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته، اوائل امضا میکرد روح الله المصطفی. اون سال که ما این رو مطرح کردیم گذاشتیم پشتش خیلی و غیره، روزنامه اطلاعات جمهوری اسلامی که در لندن موقع چاپ میشد، نمیدونم الان میشه یا نه، لندن اومد توضیحاتی داد، باز ما دوباره توضیحات چه بردیم زیر عرمتها، گفتیم این چرت دروغه، مال سیگاه هندوستانه. رژیم وقتی خاتمی الدنگ همیشه خندان پلید دیگر رئیس جمهور شد، اینا اومدن در اون موقع آقای مهاجرانی میتونه شهادت بده، الان زنده است، هوادار جمهوری اسلامی در لندنه. مهاجرانی که وزیر ارشاد بود، اینا اومدن پروژه تهیه کردن که این پرچم از وسطش رو چنگکر بردارن، و حتی وقتی بازی های جام جهانی بود 1998 ما در لیون و شهرهای دیگه فرانسه بودیم و حضور فعال داشتیم، پرچم ما پخش می‌کردیم، حتی رفتیم تو دفاتر خود جمهوری اسلامی که زده بود برای جام جهانی اینا رو چسبوندیم، حالا اون هم فیلمش هستون. در اون شرایط جمهوری اسلامی آماده شده بود، اونجا هم سرکوب شد، اونجا هم یادتون باشه افرادی کشته شدن، اونجا هم خاتمی اومد گفت اینا اراذل اوباش هستن، اینا که میان تو کوچه تظاهرات، اینا یعنی تظاهرات کار امروز نیست، کار هر روزش همینه ملت ایران، و همیشه قتل عام کردن، و این دفعه گستاخانه تر مردم دارن مقابله به مثل میکنن و بیشتر از این و پیشتر از اینا. اون موقع اینها قرار بود که بیان پرچم این چنگک از وسطش بردارن، اما به خاطر اینکه زود خوابید و مردم اکثریت خاموش، زود پریدن تو خونه هاشون رو ترسیدن و دیگه نیومدن بیرون، جمهوری اسلامی رو ول کرد. پس اگر فردا اومد پرچم رو حتی شیر و خورشید و زد روش، ما نباید عقب نشینی نباید بکنیم. 7-8-10-20-30 مورد کارهای رضا شاه رو ما گفتیم، نخستش نفی نظام ولایت فقیه، از بین رفتن حکومت دینی در ایرانه، و بعد نابودی روحانیتی که اصلا یک چیز بیفایده است، یک لشکر سپاهیان چند صد هزار نفر اینا مفخوری دارن میکنن، برای چی؟ برای که بخوان لباس و اندیشه و دین تازیانه نگه دارن که تا میالن 1401 سال داره ما قتل عام میکنه. پس اینو باید زرنگ باشیم و به هوش باشیم مردم سرحشور ایران، که فردا نیان سر ما رو کلاه بذارن با آقا شیر و خورشید ما قبول داریم. خب حالا روسری هم من به شما میگم دقیقا همینطور بود. روسری هم اینا در یک مقطعی اومدن حتی رفسنجانی صحبت کرد در نماز جمعه. خامنه ای مخالف بود اون موقع، چون به هر حال هرچی باشه خامنه ای سید، رفسنجانی غیر سید و بیشتر به سرمایه‌داری متمایل بود سر رفسنجانی تا به شعار ولایت فقیه و این حرفا، ولی همشون روحانیت سر تهیه کرباسن. در اون مقطع با مسائلی که مطرح کرد هاشمی رفسنجانی و خاطرم هم بد کشتنش اینا، اعلام کرد که
حجاب میتونه آزاد باشه. خیلی از آخونده یا موقع شما یادتون نیست، چون یکی از بچه‌ها که شون 18 سالشونه تازه به دنیا اومدن، اون در 15 20 25 سال 30 سال پیش یادتون نیست، و بعد میگن که حافظه ما اصلا تو حافظه نداریم، اونم که حافظه دارن که اصلا حافظه ندارن. اون موقع قرار بود حتی روسری هم حجاب اجباری از بین بره، برای همین بود که یو این پلید خامنه‌ای که دیگه مقتدر شد و رفسنجانی از قدرت ریاست جمهوری هم رفت کنار، اینا یو اومد این گشت ارشاد رو ساخت، اینا که در زمان خود خاتمی ساخته شد، یعنی گشت ارشاد در زمان خاتمی ساخته شد. خاتمی اصلا وقتی هم که وزیر ارشاد بود زمان رفسنجانی، فکر نکنید گول اصلاح طلب مثلا طلبو نخورید، اینها هدف اصلیشون حفظ نظام جمهوری اسلامیه، برای این نظام جمهوری اسلامی بمونه هر کاری میکنن. خب اگر اومدن گفتن فردا روسری آزاد، شیر و خورشید رو میذاریم تو پرچم، این چنگکر برمیداریم، مردم نباید عقب نشینی کنن. شما الان تا الان پیروزید، تا همین الان که دنیا متوجه شما شده و هیچ کس تو دنیا نیست که از شما تمجید و تقدیر و ستایش نکنه، نیست. در ایران چطور این پیرپاتالا پدر مادرها به خودشون اجازه میدن شما رو نظارگر باشن که دارن نابود میکنن، میکشن، تجاوز میکنن به بچه های خورد سال ما؟ بیشرفی تا کی؟ زنده بودن یعنی چه؟ شماها باید بمیرید و بمیرانید، نسل نو و جوان باید زنده بمونه، نه اینکه نسل جوان ما رو سال 60 124 هزار نفر بکشن، 67 5000 نفر بکشن، 70 5000 نفر بکشن، بکشن بیان 98 7000 نفر بکشن، حالا که شده 2022 باز دارن میکشن. ولی الان دیگه بچه‌ها جواب میدن، الان دیگه بچه‌ها سلحشورن، تو زندان هم که میرن مقاومت میکنن، اما حرامزادایی رو که از خارج آوردن که میگن برید تظاهرات رو سرکوب کنید، هر چه دلتون خواهد دختر غنایم جنگی بردارین ببرین به کنیزی، اینها رو پلیس ایران، ارتشی ایران، همون سپاهی ایران باید گلوله‌ها رو تو کله این مزدوران خارجی خالی کنید، فردا بچه‌های خود شما این بلا سرشون میاد. تا کنون هم من خبر دارم بچه‌های زیادی از پلیس ایران، از ارتش، از سپاه، بچه‌های خود اینها رو گرفتن کشتن، بهشون تجاوز کردن. شما تا چه حد میخواید بی غیرت باشید؟ تا چه حد بی غیرت باشید که بچه‌ها این گونه قربانی بشن و شماها اونجا قربون عمتون برید برای حفظ جانتون بخواید بمونید؟ این شعارهای بزرگ و مردمی مردم ایران رو، این همه حرامزاده هنرمند شما وجود دارید، باید خارجیه بیاد طرح سوزاندن روسری رو نقاشی بکشه؟ شما حرامزاده ها چرا نمیکشید؟ از دم همه تون مزدور جمهوری اسلامی هستید، حرفای میزنید که خطرناک نباشه براتون، چرا نمیان روسری سوزان رو که جونشون رو بچه ها گذاشتن، جونشون رو گذاشتن، چرا نمیان هزاران هزار نقاشی بکشید، سرود بخونید، ترانه آهنگ بسازید برای روسری سوزان؟ چرا این عمام پرانی رو چرا نمیاید کاری بکنید؟ خارجی باید بیاد طرح عمام پرانی رو تو روزنامه های خودشون بزنن و نقاشی بکنن و کاریکاتور بکشن. شما ها چرا نمیکنین الدنگایی که قلم دست دست دارین؟ چون سیدین، چون شما ها با افتخار برای اسمتون توی اینستاگرام، توی فیسبوک، اینجا اونجا میزین سید، سید. شما بچه ها هم میبینید اینا نمیرید و همه که میشه سید، یعنی من خارمادر تو رو سرویس کردم 14 قرنه، 1401 سال من به عنوان سید، وقتی قبول داره سیادت و برتری نسبت به عجم رو، وقتی قبول داره همین حرف حسین رو قبول داره، همین حرف امام حسینشون که عجم پسته، چیه چیه و سیادت مال عربه، آقایی مال عربه. هنوز که هنوز تو صفحات خودشون خر در خروار می‌نویسن سید فلان و سید فلان و سید فلان، و شما ابلهان هم میرید و پایین پست میذارید، حالا یا فوش میدید یا نمیدید، یک کلمه نمیرید، همین رو تحریم کنین، راپورت بدین ببندن حساباشون، نجات پرستن اینا.
کسی که میاد سیدی خودشو بهش افتخار میکنه این نجات پرسته، این آپارتایده، این مثل هیتلره. هیتلر میگفت که من تبار من آلمان ها، تبار بقیه یهودی هاست، تبار پستی هستن، ما تبار بلا هستیم. اینا از همون اول گفتن ما سیدیم، یهودی باید نابود بشه. مرد بر اسرائیل 44 سال دارن میدن و کشتن و میکشن. ما سیدیم، مسیحی باید نابود بشه، نجسه، نجسه. ما سیدیم، بهایی باید کشته بشه، بهایت کشته بشه. چرا؟ چون بهایی عقل داره، فکر داره، اومده لگد زده تمام خرافات دینی اینا رو از بین برده. میگفتن امام زمان ما منتظریم بیاد، میگه آقا امام زمان اومد، آقا پیغمبر خاتم النبی، نه آقا پیغمبرم جدید اومد. آقا روسری بی روسری تو بازخوانی کنید. فقط اینا اگه میبینید بهایی احترام میذارن به اسلام و هر دینی احترام میذارن، برای که احترام میذارن به جامعه، به مردم، مردمی که هنوز ابلهن، نمیخوان با مردم درگیر بشن، که نمیخوان با مردم درگیر بشن، میگن اسلام رم دین و رحمت ما قبول داریم. ولی اسلامی که اونا ارائه دادن میدن، اما اسلامیه که هم انگلیس دولت‌های استعماری مخالفشن، همچون که مخالف یهودیت هستن. آقا یهودیت انسان ساخته در تاریخ بشر، بهایی انسان ساخته در تاریخ بشر. شما چی ساختین در تاریخ بشر؟ چی ساختین غیر از یک مش عوام ابله نادانی که آخونده باید چف کنه توی آب، یه آب رو بخوره تا خوب بشه؟ این بلایی چیه؟ شما چی جور آدم هایی شما ساختین؟ و میخوان شما اینجور نگه دارن. بچه ها بین پیرپاتالار روشن کنین، پیرپاتالار با خود این تظاهرات بزرگ در پیشه و هنوز یادتون نره آغاز کاره، هنوز دو ماه خورده ای که دارین نبرد میکنید. این نبرد دو ماه خورده ای باید ادامه پیدا کنه و پیروزی با شماست. تا الان هم شما پیروزید، تا الان که شما برگ های نوینی در تاریخ گشودید شما پیروزید. نگران این نباشید، آتش خشم شما خواهد سوزوند اینا رو و نابود میکنه. نغمه دلکشتر از آوای گل پا گر شنیدی، بیگمان آن نغمه را از عالم بالا شنیدی. یادگار جاودان نورعلی خان است و دائم این کلام دلنشین زان مرد بی همتا شنیدی. میوه جان من است و حاصل عمری که اکنون قصه پرقصه‌اش را از زبان ما شنیدی. از صدای دلنواز و جان شکار او چه گویم، وان حکایت را که خود از نغمه گلپا شنیدی. نغمش آمیزه شوق است و شور و عشق و عرفان، گر سخن زان اندلیب عاشق شیدا شنیدی. جاودان خنیاگر گلها که عمری همچو شبنم، صوت جان بخش وی از برنامه گلها شنیدی. دیگه این آخر کاره، آخرین سوت قطار هنوزم یکی پیاده ها
هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی سوار دیگه این آخر کار دیگه این آخر کار به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام که دستان گرم شما رو بفشارم و تا برنامه دیگر همه شما مهربانیاران رو به اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی بسپارم. پروانه میخوام از برادر مهربان مهندس امیر شجره، پایه‌گذار این تلویزیون 24 ساعته پارس و حتی رادیوی 24 ساعته صدای ایران که بعدها کسان دیگه خریدنش، مال شجره بود و شجره پایه‌گذاری قضیه بود، این قوطی ها و اینا رو درست کردن موقع، ازش سپاسگزاری کنم برادر عزیزم. و از همه شما مهربان یاران بخواهم که بیزارم از دین شما رو و از هنرمندا بخواهم که برای سوزاندن روسری، برای برداشتن عمامه از سر آخوند و غیره کارهای هنری ارائه بدن. این هنرمندا خیلی نامردن، بعضی وقتا خیلی نامردن، مصلحت اندیش تو تظاهرات هم نیومدن. هنرمندا باید برن جلو دادگستری، جلو صدا و سیما، جلو خانه سینما، جلو باید تظاهرات کنن، مردم شما رو ببینن. مثل این مردم بیان بیرون توی خیابون بخواین از اینها، گول اینا رو نخورید. این هنرمندا اکثرشون، من خیلیشون دوست دارم، اونایی که خوبن کار ندارم، ولی اغلبشون همه از دم با آخوند فرقی ندارن. خیلی هنرمندن، همینایی که تو خارجن، بیان اعلام کنن هر کدومشون. من چون 10 بار تجربه کردم، به اینا میلیون ها دلار پول دادم، ولی اگر یه بار گفتیم که آقا بیاین برای ایران مجانی بخونین، ما هزینه رو میدیم، ولی شما بیاین مجانی بخونین، تو یه جایی بخونین که همبستگی هم و و و و همین کاری که نمیان، برای پول میان. حرف میزن برای پول، اگه برای پول نیست بایستی بیا نیرو بذارید. یارو از خودش جوان ایرانی جان میده، خون میده، همه چیزش میده، مقاومت هم میکنه. شما هیچی نمیدید، یه نقاشی نمیکشید رو سر سوزان رو، یه نقاشی نمیکشید، دروغگو هستید. با بوسه و مهر تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. Pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat
Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می‌کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگرد‌های انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران، کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرم، فردا که از این دل کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دیر کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سریم، سر به سریم. قاضی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. داب پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.